روزنامه شرق گزارش داره به عنوان انتصابات با سهمخواهی و نوشته که این روزها هر کدوم از مقام ها و چهره های مختلف نزدیک به حکومت تعریفی میکنن از مقام های دولتی یا ابراهیم رئیسی، حکمی هم خودشون یا فرزندان و بستگانشون میگیرن. در تازه ترین مورد به نوشته این روزنامه لاله افتخاری که نماینده مجلس هفتم، هشتم و نهم بود از نمایندگان جناح اصولگرا در این مجالس بود، به نوشته روزنامه شرق روز نهم آبان ماه گفت که ابراهیم رئیسی سیره ائمه اطهار رو داره، از چنین عنوانی استفاده کرد و اصطلاحی استفاده کرد برای توصیف رئیسی. و حالا روزنامه شرق نوشته همون روز به فاصله چند ساعت فرزند او حسین عامریان به عنوان رئیس صندوق بازنشستگی فولاد منصوب شده که یک شغلی است که پیشتر هم دربارش گزارش های مختلفی منتشر شده بود درباره این صندوق بازنشستگی فولاد و حقوق‌های نجومی که مدیران و رؤسای این صندوق دریافت می‌کنند. البته روزنامه شرق نوشته که ماجرا به همینجا محدود نمیشه. در شهرداری تهران علیرضا زاکانی بعد از اینکه دامادش رو حکم داد بهش و منصوب کرد یکی از سمت‌های خود نزدیک خودش یعنی به عنوان مشاور و دستیار و با استاب‌هاش مجبور شده رو برکنار کنه، همچنان انتصاب‌های فامیلی ادامه داره. حتی روزنامه شرق نوشته در صدا و سیما یکی از معاونین اخیراً نامی محرمانه نوشته و گفته که دخترش رو که با دیپلم تجربی هست به عنوان کارشناس پیلاپزشکی استخدام کنن. روزنامه دیگری که در همین زمینه گزارش داره روزنامه همدلی هست، نوشته اونقدر انتصابات فامیلی مقام های جمهوری اسلامی در نهادها و وزارتخونه ها اوج گرفته که دورهمی های خانوادگی رو میشه در وزارتخانه ها برگزار کرد. این روزنامه نوشته صدرنشین انتصابات فامیلی و کسی که به سرعت اقوام و بستگان خودش رو و همکلاسی ها و دوستان خودش رو بهشون سمت میده جواد ساداتی نژاد هست، وزیر جهاد کشاورزی که در همین مدتی که وزیر شده سه برادر همسر خودش رو در وزارت جهاد سازندگی به مقام های ارشد رسونده و برخی دیگر از بستگان و دوستان خودش رو. روزنامه فرهیختگان همزمان گزارش داده که 70% مشاغل استانهای مرزی غیر رسمی است. این روزنامه اشاره کرده به این موضوع که از میان کل کسانی که در ایران شاغل هستند حدود 23 میلیون نفر که نزدیک 19 میلیون نفرشون مردان هستند و حدود 3 میلیون 600 هزار نفر هم زنان، 58%شون در مشاغل غیر رسمی هستند. مشاغل غیر رسمی مشاغلی است که در واقع استخدام نیست، قرارداد نیست و حتی در شرکت ها و سازمان‌های رسمی و تحت ثبت شده تحت عنوان شرکت یا مؤسسه نیست، بلکه مشاغلی است که به بخش غیر رسمی اقتصاد ایران مربوط میشه. بخشیش هم به موضوع اقتصاد سیاه یا اقتصاد زیرزمینی هم مرتبط هست. وقتی که در کشوری مقام‌ها و چهره‌های حکومتی اقوام و بستگان خودشون رو در پایتخت و در دیگر استانها منصوب میکنن و به کار میگیرن، معلومه که بقیه مردم باید به مشاغل غیر رسمی رو بیارن و اونطوری که این روزنامه نوشته 58% کل مشاغل ایران غیر رسمی.